این فعالیت جهانی بدون چنین سازماندهی و این درجه از هماهنگی غیر ممکن بود. وی از دولت‌های آمریکا و عراق و سازمان‌های بین‌المللی خواست که حفاظت ساکنان اشرف را تضمین کنند. آلن ویویان وزیر پیشین و از مسئولان کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک از اعتصاب کنندگان به ویژه از 36 گروگان که عزمشان در این کارزار تعیین کننده بود قدردانی کرد. وی از مطبوعات بین‌المللی و شخصیت‌های اروپایی و آمریکایی که فجایع واقع شده در اشرف را بازگو کردند و بر ضرورت اجرای کنوانسیون 4 ژنو در مورد اشرف تاکید کردند سپاسگزاری نمود و افزود ساکنان اشرف و اعتصاب کنندگان و کسانی که از آنها حمایت می کنند خواستار یک ایران رها شده از دیکتاتوری مذهبی که جایگاه خود را در جامعه بین المللی به دست آورد می باشند. ولی در سخنرانی خود خطاب به جمعیت گفت: از شما که در همبستگی با اشرف بودید تشکر میکنم. این پیروزی حاصل عزم و تلاش شما. ما نیز در فرانسه دورانهای سخت داشتیم. دوران مقاومت با زندان، شکنجه و شهادتها همراه.